چمدنامونو دادیم بریم جنرال بوردینگ و بریم سمت گیتمون. تقریبا یک ساعت زود رسیدیم به فرودگاه که اتفاقا خوبه چون هیچی قابل پیشبینی نیست. الان میریم سمت صبحونه بخوریم بعدش بریم کارتو بگیریم دیگه سوار آپون بشیم. خب چون قرار شد راجع به قیمت هم حرف بزنم، این برای صبحونه چیزایی که گرفتیم تقریبا شد 16 دلار. منتظریم صدامون بزنه و بریم بگیریمش. همچین هم ساندویچش بزرگ نیست نه علی؟ نگاه کن سایزشو. همچین ساندویچ بزرگ نیست، از آمریکایی بعیده، همیشه همه چیزشون بزرگه. یه اتفاق جالبی که افتاد، رفتم شکر بگیرم برای قهوه‌ام بعد یه نفر اونجا بود به اون یارو گفت که یه چیزی می‌خواست بگیره، دقیقاً متوجه نشدن چی می‌خواد و بهش گفت که اینو از فرام اسکرچ درست کردین و یارو گفت This is McDonald's. یارو خود مکدونالدیه. گفت This is McDonald's. Everything is preheated, pre-prepared. خب میریم که سوار هواپیما بشیم، توی این کوریدور بشیم. ماشین رو که توی پارکینگ گذاشتم برای 9 روز شد 85 دلار و هزینه هواپیما برای دو نفر رفت و برگشت شد 874 دلار. البته ما یه 100 دلار تخفیف داشتیم به خاطر اینکه دفعه قبلی که با هواپیمای آلاسکا رفته بودیم چمدونامون دیر رسید و برای اینکه حالا از دلمون در بیارن 100 دلار بهمون تخفیف دادن تو پرواز بعدی که اینجا استفادهش کردیم. خب من برم پادکست شماره 13 رو نیک برای من فرستاده، ادیتش رو نیک انجام داد و برم اونو گوش بدم و موقعی که رسیدم بهش بگم که خوب بود یا نه یا این قسمت‌های رای قرار هست بشه. حتما برید پادکست ما رو سابسکرایب کنید، گوش بدید، تو شرفای خوبی زدیم که مطمئنم به درتون می‌خوره. موضوع پادکست شماره 13 هم خیلی موضوع قشنگی بود در مورد نقش شکست در زندگی. توی هواپیمای آمریکا کلاً پذیرایی ضعیفه، مثل ایران نیست که غذای رایگان بدم به شما، در این حدش رایگانه. الان یه چایی برای من آورده، این آب جوش و کریم و شکر و این بسکویت. خب این فرم رو هم بهمون دادن که پر بکنیم برای ایالت هاوایی که یه مقدار برام عجیبه. البته چرا این فرم رو دادن پر بکنیم؟ چون معمولاً این فرم رو برای پروازه اینترنشنال به آمریکا میدن نه برای پروازه داخلی، ولی خب هر ایالتی قوانین خودشو داره و این برای دپارتمان کشاورزی ایالت هاواییه که حالا مثلا گفته که نمیدونم تخم گیاهی که قابل کاشت حیوان از داستان آیا همراه خودتون دارید یا نه و سوالات دقم عزیز است و حالا ببینیم خودکار پیدا میکنم اینو پر کنم چون خودکار ندارم. چیزی که هست اینه که آیا ما آدم ها از شکست خوردن لذت میبریم یا نه؟ من میگم نه، یعنی از شکست خوردن کسی نمیگه من از شکست خوردن لذت میبرم، اما آیا شکست خوردن جلوی من به شخص خودم رو دارم میگم جلو من رو میگیره؟ هرگز. یعنی من همیشه میگم اینو، من از شکست خوردن لذت نمیبرم ولی این نمیذارم هم که شکست خوردن جلوی منو بگیره برای رسیدن به همون ساتیسفکشن، همون حالت رضایت قلبی که تو گفتی، نمیذارم این اتفاق بیفته. خب اینم پذیرایی دوم که تومیتو جوس گفتم بیاره، اینم رایگانه. ببینم چجوریه این تومیتو جوس، اصلا خوب نیست بوش. خودت بیانو بگیم.
اومدیم همین استخر خود هتل تمرینی یه مقدار آماده بشیم برای فردا که دیگه میریم تیم ملی، میریم ساحل، یه مقدار اینجا استراحت کنیم و فردا میریم ساحل اصلی که البته خیلی هم نزدیکمونه. همین دوربین رو الان بگردونم، میبینید که فاصله ای نداره.